سلام و درود بینندگان عزیز. 30 نوامبر برنامه خبر امروز است. با شما هستم فیروزی حید و حالا توجه کنید به سرخط خبرهای امروز. باز شکایت شهروندان از شرکت سامان ایر. از این به بعد طلاق با پیامک جنایت محسوب می شود. به خدمت حربی برده به دهانش آب جوش ریختند. با وجود به مراتب گران باقی ماندن چیپتهای شرکت هواپیمایی سامان ایر، همان مشتریان شرکت از ناچیز بودن خوراک تقسیم کرده داخل هواپیما شکایت دارند. یک کاربری از دوتیبی با ارسال نوارها از داخل هواپیمای این شرکت از حجم و شکل خوردنی های این شرکت نقل کرد. این کاربر نیمشوخی میگوید که شاید مسئولان فکر میکنند که آبی داده شرکت سامان ایر با مثل آبی زمزم انسان را تا سه شبانه روز سیر نگه میدارد که آنها با چنین حجم کم برای مشتریان خوراک تقسیم میکنند. خواهد بخش های با یک بوتر براد میخریش نامه دانم تو دو سه روزه سر میگشته. در دو هفته اخیر این دومین شکایت مشتریان این شرکت است که در رسانه ها راه میباد. هفته پیش یک کاربر شبکه فیسبوک با نام محمد صابیروف خدمت رسانی شرکت سامان ایر تاجیکستان را با شرکت ازبکستان هوایولاری مقایسه کرده با گذاشتن عکس و نوار خوراک تقسیم کرده داخل هواپیماها از حجم و شکل خوراک های دو شرکت گفته بود. در عکس ها دیده می شد که خوراکی که شرکت ازبکستانی به مسافران تقدیم می کند از خوراک تقدیم نموده شرکت تاجیکستانی به مراتب بهتر و بیشتر است. شرکت سامان ایر با وجود داشتن نرخ گران چیپته خوراکی که به مسافرانش می دهد از یک نان و بریده پنیر و حسیب و بادرینگ عبارت است. این هم در حال است که چیپته مسکو دوشنبه از شرکت سامان ایر 38200 روبل نرخ دارد. نرخ چیپته مسکو سمرقند از شرکت ازبکستان هوایولاری 21-22000 روبل نرخ دارد. در پی نشر این خبر چند کاربر به شکل واکنش با از دوتیوی نوشتند که این عکس ها از سامان ایر نبوده بلکه از شرکت یوتیر روسی است. اما این کاربری از دو تیوی نوارها را از داخل هواپیمای شرکت سامان ایر گرفته به طور زنده آن را شرح داده است که عکس های پیشتر در فیسبوک نشر شده را تایید میکند. نوباتی در روز میشه سر شد آره که همه شکمدار پس از مشکلات مالی در شرکت دولتی تاجیکیر در سال 2019 این شرکت پروازهایش را قطع کرد و شرکت سامان ایر در تاجیکستان یک کتاس شد. در مفلس شدن شرکت دولتی تاجیکیر کارشناسان دست داشتن مؤسسان شرکت سامان ایر را بعید نمی‌دانند. ویکی‌لیکس پیشتر پیشبینی کرده بود که اشاره‌های رهبریت سامان ایر و حجم نقشه‌های آنها نشان می‌دهد که به زودی تاجیکیر مفلس شده تمام پروازهایش در اختیار سامان ایر قرار می‌گیرد. شرکت هواپیمایی سامان ایر شرکت خصوصی و خارجی است. در این باره پیشتر وزارت نقلیات روسیه زمانی که پرواز هواپیماهای این شرکت را منع میکرد اظهار کرده بود. طبق معلومات سامانه پیام مؤسس سامان ایر SDH Investment Corp است که در ناحیه آفشاری جزیره های ویرجین به قید گرفته شده است. طریق همین آفشار اینچنین پلهای شرکت الومینی تالکو شسته می شوند. این سامانه تاکید میکند که SDH شکل کوتاه شده نسب سعدالایف حسن نسب قبلی حسن اسدالله‌زاده دادر عروس رئیس جمهور امامعلی رحمان است می باشد. تاریخ پیدایش سامان ایر در بازار اویاسیون ناشفاف است. شرکت خارجی با داشتن نام تاجیکی. باید گفت که درآمد یگانه شرکت هواپیمایی از حساب فروش بلیت است. این نقش را اگنتی علاقه هوایی به دوش گرفته است که مالک یگانه‌اش تخمینه رحمان دختر امامعلی رحمان است. مدیری کلی آن باشد شوهری تخمینه رحمان و دولت بیگ زریپوف، رهبری نوی تاجیکیر دلشاد اسمت‌الله‌زاده تا در عروسی حسن اسدالله‌زاده تعیین شده است.
Дилшод Исматлозода то омоданаш ба Тоҷикер ба ҳайси ҷонишини раҳбари дастгоҳи раиси ҷумҳур кор кардааст. Вобеки дар дохили ҳавопаймои Somon Air барои муштариён тақсим мешавад ба корхонаи истеҳсоли оби нӯшокӣ ва маҳсулоти машруботии Сиома тааллуқ дошта, аз зерширкатҳои Авесто Груп маҳсуб шуда, ки як ширкати наздик ба Рустами Эмомалӣ, писари раиси ҷумҳур Раҳмон аст. Номи Авесто Груп замоне ки кӯмакҳои чиниро ба беморхонаҳо аз номи худаш бурда буд, бештар дар расонаҳо садо дод. این شرکت نیز در تاجیکستان با مثل شرکت فراز که با داماد امام‌علی رحمان شمس‌الله صاحب تعلق دارد چند از ساحای سردرآمد را در انحصار خود قرار داده است. با مثل نظام الکترونی پرداخت راهگیر را در نقلیات مسافربری عمومی شهر دوشنبه یعنی سیتی کارد است که از جانب شرکت اوستا گروپ و مقامات شهرداری پایتخت بر اساس مکانیزم شریکی دولتی خصوصی عملی می شود. نمایندگانی پارلمانی تاجیکستان طرح قانونی را پیشنهاد کردند که هر نفر همسرش را طریق پیامک تلفنی طلاق می‌دهد مجازات کرده شود. گفته می‌شود در صورتی به تصویب رسیدن این قانون مردانی که همسران خود را طریق پیامک یا SMS طلاق می‌دهد از 3 تا 5 سال روانه زندان می‌شود. در این باره رادیو آزادی از یک منبعش در پارلمان تاجیکستان اطلاع می‌دهد. از روی معلومات انتشار گردیده تا چند سال اخیر شماره طلاق طریق پیامک خیلی زیاد گرده است. در سال 2019 در تاجیکستان 12500 مورد طلاق ثبت گرده که نسبت سال 2018 2500 حالت بیشتر بوده است. شورای علمای اسلامی تاجیکستان از این قانون جانبداری نموده گفته است که همساله بیش از 100 مورد جنجال بر سری طلاقهای پیامکی را مورد بررسی قرار میدهند. تقدیم کنندگان این طرح بر این نظرند که تعدادی از شهروندان این کشور پس از رفتن به روسیه برای کار با ارسال پیامک طلاق همسرانشان را اعلام میکنند که سبب افزایش مشکلات اجتماعی میگردد. ساکنی 26 ساله دهه چپایفی جماعت زرگری ناحیه کوشانیان باختری سابق بهاءالدین یوسفوف که سنه 20 اکتبر سال روان به خدمت حربی برده شده بود در حالت وزنین به بیمارخانه انتقال دادند. نزدیکانش ادعا دارند که فرزندشان را لتوکوب و در گلویش آب جوش ریختند، ولی مقامات گفتند که هنگامی به ارتش جلب گردیدنش بیمار بوده است. گفته می شود این سرباز در یک قسم نظامی در شهر حصار قرار داشته است. روز 29 نوامبر عبدالحفیظ یوسفوف پدر این سرباز به رادیو آزادی گفته است 18 روز پیش خبر یافتیم که پسرم را بستری کردند. وقتی به دیداربینیش به بیمارخانه رفتیم او صحبت کردن نمیتوانست، ولی اشاره میکرد که سر و دهانش آسیب دیده است. کاپیتان غازیف یک مسئول قسم نظامی در ناحیه حصار میگوید سرباز پیش از جلب شدنش به ارتش بیماری داشته است و او را حالا به گسپیتال بردند، ولی مهربان یوسفوف برادر این سرباز ابراز داشت که برادرش را در قسم نظامی مورد لتوکوب قرار داده آب جوش آمده را در دهانش ریختند. مسئولین قسم نظامی ادعای لتوکوب و آب جوش ریختن به گلوی سرباز را رد میکنند. همچنین والدین سرباز گفتند که واقعا وضع صحتی پسرشان پیش از جلب شدن به صف ارتش خوب نبود، ولی پزشکان خلاصه دادند که او صحت است. لاتوکوبی سربازان در تاجیکستان موضوع نو نیست، طولی چند سال است که این حالت ادامه دارد، ولی تا به این روز هیچ نتیجه چشم رسی در این سمت دیدن نمی شود. چند سال پیش در ارتش شهبال میرزایف را لاتوکوب نموده بودند که از پا افتاد و به یک حالت وزنین گرفتار شد و حالا هم از جایش خیستن نمی تواند و معیوب شده است. بنابر اطلاع دفتر آزادی های شهروندی، یک سازمان حامی حقوق سربازان از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 حالت لتوکوب شدن سربازان و 10 حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان بالایی رخ داده است. از جمله ماه نوامبر سال 2018 دادگاه حربی ولایت ختلان سفر محمد باقی‌زاده 20 ساله را برای از به احتیاطی پراندن همخدمتش علی میرزایف 26 ساله از آزادی محروم کرد. ماه یونی سال گذشته دادگاه حربی ختلان سرباز محسین خوجا سلطانوف را که در قتل همخدمتش حسن کریموف عیبدار دانسته میشد برای 10 سال روانه زندان کرد. دادگاه نظامی ختلان ماه اکتبر نیز یک افسر و سه سرباز را برای به مرگ رسانیدن رمضان زویروف سرباز یک قسم نظامی در ناحیه عبدالرحمن جامی از 7 تا 9 سال از آزادی محروم کرد.
ده ها مورد لاتوکوب و یا به قتل رساندن سربازان در قسم های نظامی را مثال زدن ممکن است، ولی در بیشتر مورد مقامات این حالت ها را رد نموده به خودکشی یا به بیماری ربط می دهند. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیای جمهوری تاجیکستان از بازداشت مدیر مؤسسه دولتی تعلیمی تا مکتبی رقم 23 شهر باختر سفر و لطافت سعدیون خبر داد که نامبرده به گرفتن رشوت در حجم 49300 سومانی متهم می شود. بنا به اطلاع سامانه اگنتی، سفر و لطافت سعدیون با راه فریب به باوری شهروند رجب و درآمده برای داخل نمودن جیانش رجبوف به دانشگاه طبی تاجیکستان از ماه ایون سال 2019 تا ماه دکبر سال 2020 در سه حالت مجموعاً 49300 سومانی مبلغ گرفته، ولی وعدهش را اجرا نکرده است. حالا نسبت سفر و با ماده 247 قسم 4 بندی بی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گرده با سود ارسال گرده است. کارشناسان سبب افزایش رشوه و فساد را در تاجیکستان در دست داشتن منصبداران تاجیک به این عمل میبینند. سالانه ده ها منصبدار تاجیک با شمول کارمندان بلندپایه مقامات سودی و خود اگنتی کرپسیا با اتهام رشوه دستگیر میشود. امروز 3 نویبر در ایران مراسم دفن دانشمند معروف سلاح هسته‌ای ایران محسن فخری‌زاده برگزار شد که گفته می شود اساسگذار برنامه هسته‌ای ایران است. تلویزیون دولتی ایران مراسم خاکسپاری فخری‌زاده را نمایش داد. در نوارها دیده می شود که این مراسم در یک میدان کشاد در نزد بنای وزارت دفاع در تهران برگزار شد. در این مراسم خاص یک قطار مقامداران بلندپایه از جمله امیر حاتمی وزیر دفاع ایران شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانی در این مراسم حاتمی گفت که هیچ گونه کشتار بی‌جواب نخواهد ماند. با وجود دعوت به انتقام، سخنگوی حکومت ایران گفته بود که امکانی از راه دیپلماتی حل کردن این قضیه وجود دارد. سخنگوی حکومت علی ربیعی روز 29 نوامبر گفت ما به هیچ صورت نباید به این دام بیافتیم. یعنی منظورش عملیات نظامی و یا دستکشی از دیپلماتیا. پیشتر از این پرزیدنت ایران حسن روحانی تاکید کرد که کشور حتما در فرصت ضروری پاسخ خواهد داد و به هیچ صورت به این دام نمی افتد. یادآور می شویم که فیزیک عالم هسته‌ای محسن فخری‌زاده روز 27 نوامبر در ولایت نزدیک تهران کشته شد. فخری‌زاده به حیث رهبر تشکیلات علمی اینوواسیونی نزد وزارت دفاع کار میکرد. ماشین عالم را در نزدیکی شهر دماوند تیرباران کردند. محافظ فیزیک نیز جراحت وزنی برداشته است. شاهدان از ترکش در جای حادثه خبر میدهند. امروز تلویزیون انگلیسی زبانی پرس تیوی وابسته به حکومت ایران گزارش داد که سلاحی که در کشتن فخری‌زاده استفاده شده است ساخت دولت اسرائیل میباشد. این در حالی است که الی کوین وزیر استخبارات اسرائیل صبح امروز در مصاحبه با شبکه رادیویی بریتانیا گفت که نمیداند مسئول کشتن فخری‌زاده چی کسی بوده است. در طول 10 سال اخیر در ایران باز 4 فیزیک و عالم هسته‌ای کشته شدند. ماه ینوار سال 2010 مسعود علی محمدی، پروفسور دانشگاه امام حسین پایتخت در حمله تروریستی در تهران کشته شد. دستگاه ترکنده در موتورسیکلی نزد ماشین او چسبانیده شده بود. ماه نوامبر سال 2010 در پایتخت ایران به سوی باز دو عالم معلمان دانشگاه بهشتی حمله صورت گرفت. در نتیجه پروفسور مجید شهریاری کشته شد. متخصص سوهای فیزیکای لازری فریدون عباسی دوانی مجروح شد. ماه ینوار سال 2012 کارمند مرکز هسته‌ای نتانز مصطفی احمد روشان در ترکش در شرق تهران کشته شد. دو نفر ناشناس سوار موتورسیکل به داخل ماشینش مواد ترکنده را انداختند و سپس گریختند. تهران در این جنایت ها خدمات جاسوسی اسرائیل و آمریکا را عیبدار کرد. بعضی کارشناسان خود قواهای امنیتی ایران را برای سهلنگاری گناهگار می دانند. اینجا برنامه خبری امروز به پایان رسید. خبر و گزارش های بیشتر را می توانید در سامانه ما از ازدا.تیوی مطالعه کنید. اگر مطلب و پیشنهاد دارید یا عکس و نواره با ما تاریخ پشت الکترونی، تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو برقم زیر بفرستید. تگمچه لایک رو پخش کنید و پیوند ویدیویی رو به دیگران بفرستید. خیر تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.